سلام، وقتتان بخیر. با یکی دیگر از برنامه های کاوش با من عبدالمتین هوشمند خوش آمدید. در این برنامه پیرامون وضع نرخنامه شاروالی کابل و تطبیق آن و همچنان فعالیت های یک سال شاروالی کابل بیشتر صحبت میکنیم با آقای نعمت الله بارکزی، نماینده شاروالی کابل. آقای بارکزی، شما را بسیار زیاد خوش آمدید میگویم. امسال همزمان با آمدن رمضان نرخنامه که از طرف شاروالی کابل به خاطر کنترل نرخ مواد اولیه و مواد غذایی وضع شده بود خیلی خوب بود، مورد استقبال مردم قرار گرفت. چه تاثیر کرد وضعیت فروشی مواد فعلا در بازار؟ چگونه است؟ ارزیابی شما چی را نشان میده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما و خدمت تمام بینندگان و شنوندگان عزیزتان. و ماه مبارک رمضان بر همگی گرامی باد. امیدوار هستم که طاعات عبادات همگی مورد قبول در آگاه حق قرار گرفته. از شما همچنان تشکر. شما در جریان هستن که بیش از 1.5 سال می شاروالی کابل در شهر کابل نرخنامه توزیع میکنه و رو تطبیق میکنه که در راستای کمیسیون کلان من احتکار و کنترل قیام هسته. این تشریحات زیاد صحبت کردیم ما شما. اما امسال چند شاخص بسیار دقیق بود که ما وضع بهتر رفت الحمدلله شاهد هستیم. در قدم اول جدیتی که در 1.5 سال وجود داشت در قسمت تطبیق نرخنامه، در قدم دوم الحمدلله کرنسی یا ارزش افغانی ما شما در حدود 2.5 افغانی فی دلار ارزشش بیشتر شده و این تاثیر مستقیم خود در نرخ ها داره. و در این حال همکاری بسیار خوبی که وزارت محترم مالیه که اداره گمرک ها تحت اثر اونها هست در قسمت وضع بعضی از مالیه ها، یعنی تخفیف دادن برای بعضی مواد ارتزاقی است که نادس بعد هم داده که الحمدلله نه تنها نرخ ها بالا نره بلکه تا حدودی کاهشان پیدا بکنه. و بخواین نخواین در شهر کابل که چندین لک دکان قرار وجود داره تخلفات وجود داره، اما روزانه به او رسیدگی میشه. یعنی برای ما دیگه چالشی در این راستا نیست. این نرخنامه به طور تنظیم میشه که امیسی قلم مواد اولیه که در این نرخنامه وجود داره تمام رؤسای اصناف اونها در جلسات گرفته میشه حاضر میشن. هر جلسه گرفته میشه که هر هفت روز بعد یک نرخنامه نو تنظیم میشه. هر هفته در تمام اونها حاضر هستن و زمانی که نرخ تعیین میشه اونها تایید میکنن، چون در اینجا هدف شاروالی کابل نه خدای ناخواسته ضرر مستهلک یا شهروندها هسته و نه هم ضرر تجار و پرچون فروش ها هسته. تا خود پرچون فروش که مواد میرسه به دست مردم فایده اونها هم سنجیده شده، اما یک مقدار مشخص و شرعی از او کرده اضافتر نیست که الحمدلله ما فعلا حالت بهتر را میبینیم. بسیار خوب. بارکزای صاحب، در رابطه با اقلامی که دولت ذکر شده درست است، قیمتاش حداقل ثابت است یا کاهش پیدا کرده، اما در یه آخر شما شاهد هستین که قیمت مشخصا پیاز رومی افزایش داشته. این شامل اقلام شما نیست یا کنترلش مربوط شما میشه نمیشه؟ کمی وضاحت بدین که به مردم. ببینید، مسئله ترکاری با قطعا شامل اقلام میتونه. این نرخنامه برای مواد اولیه است. مواد اولیه است. آرد دی شامل است، روغن دی شامل است، برنج دی شامل است، تیل دی شامل است، گوشت دی شامل است و ایگپا و او موارد شامل است. و در این راستا اگر اشتباه نکنم وزارت محترم زراعت همراه با اتاقهای تجارت اونها یک بحث دارن به خاطر کنترل این موضوع، اما حدود 30 قلم اجناسی که در نرخنامه وجود داره مطلقا شاروالی کابل در 29 شهر کابل صلاحیتش را هم داره، جوابگوی هم هستیم و نرخنامه را تطبیق میکنیم. بسیار خوب. بارزگین صاحب، همون قسم که شما گفتین شهر کابل پهنای بزرگ داره و نفوس خیلی زیاد زندگی میکنن، نرخنامه وضع شد، اما در موارد شاید بعضی اقلامش قیمتی که مشخص شده تطبیق نمیشه و مردم از این ناحیه شاکی هستن. ویدیوهای صفحات اجتماعی برام شما میبینین کسایی که میرن ارزیابی میکنن که عملا قیمت گوشت 5.5 افغانی به فروش میرسن که از جلوگیری شد. مجرایی که بتونه مردم با شما تماس بگیره و در صورت نیاز از شما کمک بخواه یا حداقل شاروالی را از عدم تطبیق از دجیران بانه چی است و برخورد شما با این متخلفین چگونه است؟ موضوع بسیار واضح است. بخواین نخواین ما گفتم که چندین لک دکان زمانی که در یک شهر وجود داشته باشه تخلفات هسته و بعد از هم که شما دیدین همکارای ما رفتن، اونا حتی گفتن بله ما باید گوشت 4.5 بفروشیم، خودشان قبول کردن که گران فروشی کردن. یعنی مسئله در قسمت تنظیم نرخنامه وجود نداره، ای که اونا گران فروشی میکنن یک بحث شخصیشان است. اولی مسئله دیگه که دیگه وجود داره همکاری مردم بسیار برای ما مهم است. 0795-880-880 0795-880-880 زمور در دوی تر ارتباطی پول ده چه هم در ساده نمبر ده هم واتساب ده، هر چی ارتا چی دوی بینی خدای نخواست گران پروشی که ری کرد چید مور سر تماس مونسی مور حاجل هم اقسیم تا ارزو او بل زمور خپل گزمی دی. امی گزمه های ما که هست در 22 شهر کابل ما 22 عملیات تنظیم مارکت ها داریم. بیخ گزمه های عمومی است که انجام میتا شکل دیگری که شروع کردیم است که خب اکثریت افراد وقتی خریداری میکنن یک چیزی را نامحسوس بعد بل بگیرن، بل گرفتن بعد ما وارد عمل میشیم. یعنی به این شکل اول پیش نمیریم که خب تیم شاروالی کابل زمانی که به اکثر دکاندارا میشناسن نارا و نر خود تنظیم میکنن، نه افراد میرن خریداری میکنن با بل پس دوباره میان و بعدا ما برای کنترل میان. یعنی کنترل نامحسوس را هم در شهر ما آغاز کردیم که نرخ ها را بهتر بتونیم کنترل بکنیم.
تکرار بر تکرار میگم این اقنامه قطعا نمیخواهی که تجار یا پرچم فروش تاوان بکنه و در این حال نباید سر مردم هم ظلم شود. یک حالت عدالت را داره، هر کدام اگه با اندازه مفادی که برشون تعیین شده رضایت داشته باشن انشالله هیچ مشکلی پیش نمیاد. در قسمت تطبیق شارول جدیت کامل داره. و جز دو سوال من مجازاتی را که شما به خاطر مسئله مجازات تو واضح است، قانون همه چیز را پیش بینی کرده. بدون شک در قدم اول مسئله اخطار و بودن نخنامه است که حتما باید داشته باشه و تکرار نشه. مسئله بعدی که وجود داره در قسمت ما حق داریم که لاکمور بکنیم بعضی از اسراف را زمانی که خلاف مقررات اصول عمل میکنن، و در مرحله سیلی اگر بعدی اگر تکرار زیاد شوه رسما با مکتوب ما فرد خاطی و متخلف را از هر صنفی که باشه او را به ارگانهای عدلی و قضایی معرفی میکنیم تا بررسی‌های بعدی رو اونا انجام بدن و علت مکرر یک تخلف رو اونا باید بررسی بکنن. بسیار خب. بارزای صاحب وزارت مالیه چندی قبل گفته که در حدود 70% از صرف‌های گمرکی بالای 6 قلم از مواد غذایی چی شده؟ کاهش پیدا کرده. چقدر تاثیر گذار است عزیز شما در قسمت قیمتی مواد؟ دقیقاً ببینین زمانی که اکثرت مواد متأسفانه تا حال وارداتی است، از برنج گرفته، روغن گرفته، آرد و گپ‌های دیگه، یکی مسئله کشور مبدا است که به چه قیمت مفروشه، مسئله دوم کرنسی و ارزش پول افغانی در مقابل دلار است، و مسئله حیاتی و مهم مالی است که دریافت میشه از هر بندری که وارد میشه اجناس مالیه دریافت میشه. بله. هر چقدر مالیه کمتر باشه، چون جدا از تجار که بررسی و محاسبه خود را میکند، تیم شارولی کابون هم زیر چتر کمیسیون من احتکار و کنترل قیم همین کار انجام میده. بله. و بعدا یک مفاهمه میشه، بحث میشه سر این موضوع و نرخ تعیین میشه. بله. دیگه این بسیار میتونه مهم باشه و کار بسیار عالی و خوبی بوده. بدون شک هماهنگی که ما بین شارولی محترم و کابل و وزارت محترم مالیه و در این حال مسئله که در عموم مسئله کرنسی کشور هست و ارزش پول افغانی است، اینا دست به دست هم داده که امروز ما یه حالت بهتر را شاهد باشیم. بسیار خب. بارگزای صاحب، از کنفرانس مطبوعاتی روز قبلی از شما نقل قول شده که در حدود 17 پرونده املاک از سوی شاروالی به روی سارموالی ارسال شده. کمی جزئیات بدید در این مورد. ببینید راپور یک بخشای بسیار متفاوت داشت. بله. یک بخش و مبارزه مشخص ما با غصب زمین و غصب املاک بود که در حدود 186 دوسیه تحت بررسی است، 17 تاش روان شد بالای تارن، ولی که باز موارد عدلی و قضایی میشه که خودشان دیگه تشریحات جزئیات و تمام گپا رو میتن، اونا بررسی های قانونی خود را میکنن که بر اساس او باز ماهیت جرمی پیدا میکنه یک موضوع. بله. و مواردی که ما شکمن هستیم قطعا برنامه ارائه میکنیم که در این راستا در حدود 1170 جریب زمین هم مطلقا واپس شده دستور گذاشته برای شارولی کابل. در این گزارش مسئله اواضی شارولی کابل هم بود. ببینید تمام جایدادهایی که در شهر کابل وجود داره اونا بررسی میشه و بدون شک هر آن کسی که جایداد شخصی داشته باشه قطعا شارولی کابل اونا را احترام میکنه و اونا زندگی خود را میکنه و مشکل نیست. اما مواردی که پیش ما هست و امکان فساد در وجود داره، امکان جعل و تزویر وجود داره، ما مستقیما بعد از بررسی هایی که خود ما انجام میدیم و نقاط را پیدا میکنیم که نقاط گنگ هستن، نقاط مبهم هستن، نقاط سیاه هستن و بیست اسناد معلوم نیست، او را روان میکنیم بلوی چارند ولی که باز او بتانه با جامعیتی که وجود داره از ادارات مختلفی که خصوصا موارد املاک مطرح میشه وجود داره به شمول شارولی کابل و موضوع را بررسی بکنن. بله. در گزارش روز گذشته یک چند نقطه بسیار تاریخی و حیاتی خوب که ما داشتیم این بود که عواید شارولی کابل الحمدلله با وجودی که 4 منبع عایداتی قوی شارولی کابل فعلا در حالت تعلیق است یا مربوط نمیشه، مثلا جرایم در شهر کابل در حکومت پیشتر در حدود 300 میلیون افغانی بیشتر بود سالانه. بله. که فعلا شما میدونید با آمدن امارات اسلامی افغانستان مطلقاً بند هست و چیزی به نام جریمه وجود نداره. در این حال پول قواله ها بود که هم در حدود 350 میلیون افغانی میشد، او را فعلا وزارت محترم ببخشید اداره محترم استر محکمه او را پیش میبره قواله ها را. در این حال مسئله خود عواید ترافیک بود که حدودا 700 میلیون افغانی میشد و او هم مطلقا فعلا انتقال پیدا کرد به وزارت محترم امور داخله. در کنار این به مسئله تخلفات ساختمانی بود که در حدود 1.5 میلیارد افغانی میشد که مقرره اش رفته و در 1.5 سال شارولی کابل از او درک پیسی را دریافت نکرده. یعنی اگر او پیسا روی همدیگه میماندیم با وجودی که امسال ما نسبت به سال گذشته حدودا 1.286 میلیارد افغانی ازدیاد عواید داریم، اگه این هم روی می بود شاید این مقدار تا 3 میلیارد و 4 میلیارد هم می رسید. با وجود این هم امسال ما 4.360.975.200 افغانی عواید جمع آوری کردیم که در مقایسه با سال گذشته بیش از 1.286 میلیارد ازدیاد عواید را نشان می ده. باز تکرار میکنم با وجودی که 4 منبع اصلی عایداتی شارولی کابل هم با اون نیست، اگر اونا می بود بسیار زیادتر می شد. این دلیلش شما در چی می دانید آقای بازی؟ 4 مجلس بزرگ شما که ذکر کردین نداشین، اما با آن هم چطور ارزش پیدا کردی؟ قصه از این قرار است که در
نرخا کدام تغییر نامده، صفایی بالا نرفته، اما چیزی که سابق گرفته میشد اما گرفته میشه. دقیقاً سوال قراردادهای شاروالی کابل هم به شکل سابق داره پیش میره، اما تفاوت در شفافیت است. زمانی که شاروالی کابل یک سرک را میره به قرارداد که ساخته شود شرکت سکتور خصوصی، سابق وری نیست که پشت درهای بسته تصمیم گرفته شود. به طور مثال فلانی سرک از اق طولش از اق عرضش از بامی گرفت ساخته میشه بامی استانداردها، شرطنامه را هر آن کسی که نیاز داره دریافت میکنه. زمانی که دریافت کرد بر اساس شرطنامه داوطلبی آغاز میشه. داوطلبی که آغاز شد دیگه پشت درهای بسته نیست، یک میز است، همگی تضمینات خود را میاره، مسئولین شاروالی کابل هم است، افرادی که میخوان قرارداد را دریافت بکنه هم هستند. هر کدام که قیمت کمتر بده بدون شک شاروالی کابل به امر رجوع میکنه و در اینجا دیگه کدام واسطه بازی سیاسی نیست که این رفیق فلانی خان است قرارداد را ای بگیره. بله ایره فلانی خان سفارش کرده قرارداد رای بگیره. بله. در این حال در حصه فروش هم همین است، مثلا داغمجاز شاروالی کابل همه سالا لیلام میشه. هر کدام که با قیمت بیشتر خریداری بکنه چشم در چشم سر یک میشیشته هستن و بعد از اونام ادعای کرده نمیتونن که فساد شده، چون اگر اینا گرانتر میخرن چشم در چشم بیشتر قیمت را بالاتر بدن. یعنی موضوع بسیار شفاف پیش میره. در مبحث نواحی هم این شکل ما بسیاری از جاها را داشتیم که به خاطر که مربوط فلانی خان میشد در فلانی صاحب فلانی خان حکومت خود را داشت، اگر ملکیت شاروالی کابل بود، اگر پارکینگ شاروالی کابل بود، اگر جایداد شاروالی کابل بود، با یک قیمت بسیار ناچیز، فکر کنید قیمت 30 سال 20 سال پیش تا امروز جریان داشت و او آدم بود به 3 4 نفر دیگه به دل خود به کرایه های بسیار 10 برابر و 15 برابر داده بود. بله. حالا قصه چی هست؟ امی ملکیت شاروالی کابل است، امی زمین شاروالی کابل است، یا امی دکان یا امی مارکت. اینا برادر به داوطلبی میتیم، هر کسی قیمت بالاتر بده پیش ما مقدم تر است، چون شاروالی کابل بر اساس نفع شهر کار میکنه. یعنی کدام زوری نیست که قیمت بالاتر کسی بگیره. ما امی مسئله داوطلبی را به گونه شفاف در تمام بخش های خود این را ارجاع کردیم، آماده ساختیم و مطابق از او پیش میریم و به فرمایش کسی ضریب تعیین نمیشه که برای فلانی خان باز بعد تخفیف داده شود. همه چیز به همین شکل شفاف پیش میره. امی است که ما شما میتونیم عواید بیشتر داشته باشیم و در سالهای آینده این موضوع بیشتر و بیشتر هم خواهد شد. بسیار خوب. بارزنی صاحب، در مورد تطبیق پروژه انکشافی سال 1401 بگوین که بچتی از پروژه ها عملا کارش تکمیل شده و چقدر تحت کار نظام است. او را یک راپور بسیار مشخص ما به روز گذشته دادیم که بسیار جزئیات زیاد داره. بله. و در کنار این مورد ما پلان سال 1402 هم برای مردم ارائه کردیم که در حدود مشخصا، چون تمام پلان هایی که ما داریم یک بخش کلانش مسئله سرک سازی است، سال گذشته در حدود بیش از 30 کیلومتر سرک در شهر کابل یا قیریزی شده یا سنگفرش شده و یا هم چی شده کانکریت ریزی شده. یک رقم بسیار بالا است که بیشتر از 22 پروژه رو در بر میگیره و 17 پروژه هم عملا کار سر جریان داره و برای سال 1402 شاروالی کابل 150 پروژه رو پلان کرده که 85 پروژه باز تنها سرک سازی است، یک بخش کلانی از پروژه که در روز بیش از 56% پروژه ها میشه و برای 150 پروژه که در بخش های متفاوت است، از سرک سازی گرفته تا ساخت کانال ها تا مواردی که مربوط ترافیک میشه تا سرسبزی شهر تا پلان گذاری و گپ های دیگه، در حدود 5 میلیارد و 240 میلیون افغانی بودجه اختصاص داده شده. 5 میلیارد و 240 میلیون افغانی و این در حدود 65.5% تمام بودجه سال شاروالی کابل است. این هم یک تاریخ هست که هیچ وقت در شاروالی کابل، چون ما دو بحث داریم، بودجه انکشافی، بودجه عادی و مصرفی، بودجه عادی و مصرفی شاروالی کابل هیچ وقت 34.5% نبوده، همیشه یا برابر به بودجه انکشافی بوده یا با فاصله بسیار کمتر یا زیادتر یا کمتر بوده. اما امسال 65.5% تمام بودجه ما بودجه انکشافی است، 34.4% بودجه عادی، ببخشید در حدود اگه اشتباه نکنم برتان، 65.5% بودجه انکشافی است، 34.5% بودجه عادی و مصرفی ما است. که این نشان دهنده ای است که در تمام مصارف صرفه جویی شده. در تمام قراردادهای مصرفی ما، اگر مسئله نان هسته، اگر مسئله تیل هسته، اگر مسئله مبلین و روغنیات و تمام چیزهای دیگه که ما نیاز داریم هسته، در تمام اینا صرفه جویی شده و با یک میز باز و شفافیت کامل تمام موارد به داوطلبی گذاشته شده که ما مصارف ما کمتر شده، با مو کیفیت داریم پیش میریم، اما با مصارف کمتر عواید ما زیادتر شده و او هم داره با کیفیت بهتر پیش میره. بسیار خوب. اگر 1% بگین چند فیصد کار پروژه سال 1401 تطبیق شده، تکمیل شده؟ اونا رو میتونیم بگیم اکثریت مطلقش تطبیق شده، چون در بحث پلان سازی که ما وقتی میشینیم، مثلا 150 پروژه برای امسال پلان شده. بله. ای یک بحث علمی است که حدوداً 5-10% عموما دقیقاً مطابق پلان پیش نمیره. در این 150 پروژه امکان داره 5-10 پروژه الا 15 پروژه تعدیل شود،
یا حالت کارش مناسب نباشه یا در وقت تنظیم نشه، این یک بحث کاملا علمی است و کدام مشکل ایجاد نمیکنه. اما سال گذشتم فیصدی مطلقش انجام شد و باز پروژه های تعدیلی پروژه است که باز ما رو جایگزین میکنیم با پروژه‌ای که در اولویت دوم قرار داره و همین مکانیزم این پروژه طوری است که بر اساس یک تعداد شاخصه ها این پروژه انتخاب میشه و همیشه زمانی که یک سرک انتخاب میشه اولویت های دوم و سوم هم در کنارش وجود داره که احیانا اگر به هر دلیل تکنیکی و گپای دیگه آماده نبود ساحه کار از پروژه بعدی استفاده شوه و تمام پروژه‌ای که انتخاب میشه بر اساس یک سلسله معیارها هست که ما میخوایم کوتاه معیارها را برتان بگویم چون مردم باید این موضوع را بدانند که چرا در میان 50 سرک این 5 سرک انتخاب شد، در نهایه دوم 10 سرک مثلا خامت چرا این سرک انتخاب شد. این شاید یک سوال باشه جدا از تمام تیم مراحل اداری و مواردی که در خود اداره وجود داره و مرتبط است با کابینه و بدون شک ریاست محترم ریاست الوزراء. ما چند شاخصه داریم که سرک ها رو انتخاب میکنیم. شاخصه اول ما رشد متوازن هست. در شهر کابل الحمدلله ما شما میبینیم که بعضی نواحی بسیار خوب رشد کرده اما بعضی نواحی کار نکرده، توجه صورت نگرفته، حالا هر موضوعی که بوده در سابق. اما فعلا شهر کابل 22 ناحیه داره که از 22 ناحیه از تمام ظرفیتاش باید استفاده شود. رشد متوازن در اولویت کاری ما است. دومیش بازدهی اقتصادی است. همین سرکی جور میشه به طور مثال آیه کوچه‌های فری رو با هم دیگه وصل میکنن، کوچه‌های اصلی رو با هم دیگه وصل میکنن، گذرها رو با هم دیگه وصل میکنن، نواحی رو با هم دیگه وصل میکنن یا حتی شهرها رو با هم دیگه وصل میکنن. شما ببینید مزیت و بازدهی اقتصادی که سرک کوتل داره در اکثریت تمام سرک‌های شهر کابل وجود نداره جدا از سرک‌های حلقوی که ساخته میشه، چرا که سرک کوتل شمال افغانستان رو با جنوب افغانستان وصل میکنه و تنها همین راه وجود داره. به همین خاطر توجه بیشتر سر واس و این معیار در تمام سرک‌هایی که انتخاب میشه در سطح نواحی گذر تطبیق میشه و بررسی میشه. مسئله بعدی که وجود داره خود نوعیت پروژه است که این هم یکی از شاخص‌ها است که ما را مجبور میسازه که ما دقت بیشتر داشته باشیم و پروژه‌ای که در اولویت اول است انتخاب بکنیم. مسئله بعدی نفوس است. اگر قرار است پارک ساخته شوه یا سرک ساخته شوه یا کانال ساخته شوه یا هر مورد دیگه، چقدر نفوس از این بهره مند میشه؟ کاندید بعدی که وجود داره آیا جمعیت این زیادتر است یا کمتری است؟ بهره برداری نفوس از پروژه هم برای ما یکی از شاخص‌های بسیار مهم است که چقدر میتونیم با اجرای یک پروژه فایده بیشتر یا مؤثریت بیشتر بر نفوس بیشتر ما داشته باشیم. و مبحث آخری که وجود داره مسئله تحصیل عواید است. مثلا در یک گذر جدا از شاخص‌های دیگه که انجام شد در نهایت 5 گذر مبرای که بعد از 5 گذر بالاخره بر اساس مشاخصه آخر تصمیم گرفته شود، دیده میشه که همین گذر کدامش سال قبل محصول صفایی خود را بیشتر تحویل کرده، تشکر. بیشتر خانه تحویل کرده باشد. یعنی اینا باعث این میشه که ما بتونیم پلان کلان و استراتژی که سال خود را آماده بسازیم. بسیار خوب. بارکزای صاحب، به عنوان آخرین سوال، اولویت‌های شهرواری کابل در سال 1402 چی است و چه مزیت‌های بر زندگی مردم دارد؟ ما همطوری گفتیم یک بخش کلان، یعنی بیش از نیم فیصد، بیش از نیمی از پروژه هایی که وجود داره و 56% پروژه ما سرک سازی است. بله. شهر کابل هنوز هم از لحاظ دسترسی به سرک ها، دسترسی مردم به مناطق مختلف، ببینید زمانی که در شهر رفت آمد به وجود آمد اقتصاد به وجود میاد. زمانی که یک سرک ساخته میشه در کنارش اقتصاد به وجود میاد، بلند منزل ساخته میشه، مارکت ساخته میشه، رفت آمد به وجود میاد. یکی از اساسات تحرک اقتصادی در یک شهر است موجودیت اکسس یا سرک. این هم برای ما بسیار مهم است. توجه عمومی سریع است. مبحث بعدی که در کنارش وجود داره مسئله است که بالاخره تمام سرک ها و زیربناهایی که ساخته میشه دشمن کلانش آب هسته. شهر کابل تا حالا کانالیزاسیون نداره که میدونید دو شخصا وظیفه یک اداره محترم دیگه است که اونا هم کار خود را الحمدلله انجام میدن، خود حال اجرایی نشده و شهرولی کابل در حدود 11 پروژه دیگر از صرف به خاطر مدیریت آبهای سطحی آماده ساخته که ساخت کانال های استراری است. این کار فقط به خاطر این است که زیربناهای شهری ما متضرر نشه. هیچ کدام از ما نمیتونه جای کانالیزاسیون بگیره، او باید ساخته شوه، اما برای فعلا به خاطر جلوگیری از تخریب سرک ها و تخریب زیربناهایی که میلیون ها افغانی سر او مصرف میشه، این کار بسیار ضروری است. در کنارش مسئله سرسبزی است که توجه بسیار خاصی سر او صورت گرفته، مسئله تنظیف است، مسئله خود پلانگذاری های شهری است. یعنی در یک چارت مشخص اولویت ها واضح هست و توجه کلی ما سری است که ما با مدید استراتژی که در شهر کابل داریم برسیم. اینکه هیچ کوچه، هیچ پس کوچه، هیچ سرک فرعی وسیع در شهر کابل خامه نمانه و تمام شهروندا بتانند دسترسی کامل به خدمات شهری داشته باشند، بدون اینکه کی در نواحی 22 است، کی در نواحی اول است، کی در نواحی دوم است، کی در نواحی چهارم است یا نواحی دیگر. این دید استراتژیک ما هست که همه سالی پروژه دیزاین میشه که ما بتانیم با ما هدف اصلی خود برسیم. بسیار زیاد تشکر از حضورتان نعمت الله بارکزایی، نماینده شهرواری کابل بلک. و همچنان از شما بینندگان گرامی نیز سپاسگزارم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.